قتل‌های زنجیره‌ای و هدفمند که در یک و نیم ماه اخیر در کابل صورت می‌گیره کی انجام می‌ده؟ برای از اینکه ما بفهمیم که کی کار می‌کنه باید بسیار دقت کنیم و ببینیم که کی از این منفعت می‌بره و چطور منفعت می‌بره. ما با دقتی که در این قسمت ما دیدیم و با تجربه که از چندین سال دیجه دارم ما حداقل 90% فکر میکنم که آقای غنی وزارت داخلش و استخباراتش در عقب از این قتل‌های زنجیره‌ای قرار دارند. اینا کوشش میکنند قسم نشان بدن که گویا طالبایی کار میکنند یا شاید هم گلبدین یا حتی یک شایعه دیگر حکومت افغانستان غیر مستقیم بیرون انداخته است که گویا جنرال میلر جنرال ارشد امریکا در افغانستان در عقب قتل های زنجیری است. اما نه، طالبا از کشتن یمای سیاوش کدام منفعت نمیبرند، نه از کشتن فردین و نه از کشتن فرشته کویسایی و امتر گلبدین. اما های حکومت افغانستان از کشتن از اینا منفعت میبره یا نه؟ بله، یکی خو یگالت را در افغانستان یگالت ترس و وحشت به وجود میاره که کس علیه حکومت گپ نزنه. ای یک چیز بسیار زمینی است، اصلا از این چی است. اگر ما بخوایم که ای را بفهمیم شما باید که ما حداقل 2 سال یا زیادتر از پشت سر بریم که ما بتانم برای شما ای را تشریح کنم و شما بتانین که ای را با ما قبول کنیم که بله آقای غنی و ساله در عقب قتل‌های زنجیره‌ای قرار دارد و چگونه از این منفعت و غنی چرا ساله را آورد و خاطر از اینکه پشتونا غنی را در مقابل طالب کمک نمی کنند. طالب ها نفوذشان بیشتره، او در مقابل پنجشیری و هزاره و ازبک و غیره و غیره می کنند، در مقابل طالب نمی کنند. آل طالب برای غنی یک خطر شده، غنی را می خواهند پس کنند. در مذاکرات سال قطر یکی از شروط طالب است که حکومت غنی باید مدغم شد. اونا میگه حکومت موقت باید به وجود بیاید. موقت که به وجود بیاید اینه که غنی خداحافظ رفتید در فضله. غنی میگه یعنی او پاکستان ما 20 سال وطن خود تکه تکه کردم به تو به نام که سال یک قیمت داره، طالبت آوردم، طالبت دادم جایی که خواستی آوردم، پیسه دادم، سلا دادم، در امنیت آوردم، دستگری آوردم، مردم ما قتل عام کدک، گفتم خیره. حالا خود تو خواهیم بابایی مرا نگاه کن دیگه، حالا اردی ما را یک جای نگاه کن. بهتون نکن که غنی بابا چخ کچه. غنی بابا پاکستانی ها میگه کته کچه. اینال اینی کته امرالله را آورده که در مقابل غنی چی طالبایی را کمک کنه. یکی از طرقی است بخصوص حاله که ترامپ از بین رفته و آقای بایدن میگه اینا دموکرات هاست، دموکرات ها به حقوق زن آزادی بیان یک کمک زیادتر ارزش میتن. اینا اینی نفرهای مثل یما سیاوش را میکشن، فردین امینی را میکشن، فرشته کویستانی را، این نماینده حقوق زن ها، اون نماینده میدیای آزاد، اینی نفرها را که کشته میری یا لابی میکنن غیر مستقیم در گوش و در کله آقای بایدن میده که بلیاز خدا طالب بسیار بده. طالب ها اینه نه به حقوق زن احترام دارن نه به آزادی بیان، اینا را اینه کشته میرن. اینا را نمان که کت ما همسان باشه، اینا را مثل که گلبدین آوردی که زیر دست ما باشه، طالب بیار زیر دست ما که ما بابا باشیم، طالب هم کت ما باشه. اینا اینه تا میخواین. اینا برای از این که برای امریکای ها بفهمانن که طالب بده، اینی نفرها را قربانی کده میرن. اینی دلیل کشته شدن یمای سیاوش، فردین امینی، فرشته کوهستانی و در امین ما حداقل 6-7 نفر مهم دیگه یک جایی کشته شده و
و در ماها یا هفته های دیگه یک تعداد دیگه هم به قتل رسانده میشن، نفرهایی که یا با آزادی بیان رابطه داره یا با میدیا یا با حقوق زن یا با حقوق بشر، که به این ترتیب غنی برای بایدن بفهمانه که همین طالب بانک زیر دست ما باشه مثل نوردین یا بسیار مردم کسی بستن. غنی پسترین و متقلبترین آدمه. طالبا با همه پستیشان اما یک چیز خوب دارن که در 24 سال ما با طالبا 24 سال تجربه داریم. در 24 سال هر کس را که کشتن گفتن ما اکادمی نمیره، بمپرانه ما اکادمی نمیره، زن سنگسار کردن ما اکادمی نمیره، اما مسئولیت گرفتن غنی هیچ مسئولیت هیچ چیزه. غنی صاحب اقتصاد خراب شده، وزیر اقتصاد پرسان کنین. غنی صاحب امنیت نیست، برین وزیر امنیت پرسان بکنین. من خب وزیر امنیت نیستم. غنی صاحب نرخ گندم زیاد شده، برین وزیر زراعت بگوین. غنی صاحب یه تو شد غنی صاحب. با ما غرض نیست، ما خب وزیر نیستم، ما خب رئیس نیستم، ما خب موین. هیچ مسئولیت در سر خود نمیگیره. صاحب شما گفته بودین 1 میلیون کار به وجود میارین، چی شد؟ ما وزیر کار نیستم، برین وزیر کاره. یعنی هیچ گونه مسئولیت در قبال هیچ مسئله نگرفته. بنان غنی یک آدم متقلب است و در طول سالا یه از 7-8 سال است که ما به شما میگم که غنی در پشت قتلهای مردمای سیاسی، در پشت انتحاریهای مثل اموطنهای ازاره ما که دوبار تظاهرات کردن و بمپری، در دوش غنی صداش و آل آقای سالی را که گرفته، که آقای سالی در این مسائل دقیق تر میفهمه که چطور توطئه کنه، چطور نفرها از بین بره، چطور انعکاس داده شود. و جای تعجب نیست که وزارت داخلی مملکت ما وقتی که فردین امینی کشته شد گفت والله ما خبر داریم، شواهد داریم که امرای سنگ تیز خود اعلان کرده است. کجا شواهد داریم؟ در یک روز اعلان کردن و باز فامیل فردین امینی را ملامت کردن که شما چرا ایره تیز دفن کردین؟ در تمام دنیا وقتی که یک نفر کشته میشه او یک قضیه جنایی است، حکومت باید بیایه او را بگیره مطالعه کنه، او را نمیتونی که تو برای فامیلش بدی. اینا ماندن که دفن شد تا که بتانن بگوین که آه بله خودش خودکشی کرده. این حالا از این خاطر من این برنامه را برای شما ساختم که در کشته شدن این نفرها غنی فایده میکنه، حکومت غنی فایده میکنه، در کشته شدن از یا نه طالب فایده میکنه نه گلوبین.